مصطفی یعنی برگزیده، پس من مصطفی نیستم. من حرف به حرف معنی می شدم، مثل امضایم. میم خود ماتم است که همیشه ساکن سرزمینش بودم. سه یعنی صبر ناخواسته که با من است هنوز. ته خود طوفان است، چه دیوارها که سر راه من ساختند. فه بارسترین نشانه من فدایی علاقه به انسانم. یه هم یاریز کامل که من نصفش را هم هیچگاه نداشتم. من مصطفی نیستم، من فقط چند حرف ساده‌ام. جای امن برای بارانها، آری منم مسافر تمام آن شبها، همان حقیقت پنهان. مصطفی یعنی برگزیده. حالا به یقین رسیدید که من نیستم. خط اندو از زمان تنها شدنم، 5 صبح لعنتی، این اسم شعرمه ولی همون زمان تنها شدنه، اومد توی زندگی من، توی نوشته هام و اندک خوشی زندگی هم که البته نصف نیمه بود برد با خودش. فقط بگو مادرم، کی صبوری، بزرگتری، بخشش و عشق را در چمدانت گذاشتی و بردی. از 5 صبح آن روز هنوز منتظرم که یکی تکانم دهد و بگوید بیدار شو، خوابت بد دیده. صبح که از خواب بیدار میشم اکثر موقع با تعجب نگاه میکنم به دفتر. خط منه، ولی من کی نوشتم؟ چطوری نوشتم؟ نه به خدا سالمم، خوبم، ولی این حقیقتی که گفتم. آنقدر پرسه میزنم در این کوچه تا باورت شود، گم شده ی حوالی تو قاصدک. میدانم دوباره دارم شیطنت میکنم، با ساعت دلم وقت دقیق آمدنت رسیده. در این هنگام زمان شعله ور شدن توست. چه بوی؟ سال هاست بوی عطر تن تو را می دانم، می فهمم، زندگی می کنم. بیتاب لحظه هایت هستم و مدت هاست با هر عطسه می ایستم تا حادثه از عطر تو بگذرد. و بعد باز من پرسگرد حوالی تو. این کتابی که خیلی مرتب و منظم و شیک دست شماست، کتاب شماست. عصر یک آدینه بارانی برای شما. کتاب من اینه. این عصر یک آدینه بارانی منه. آخه این واژه ها بارها سوختن. سیگارم افتاده روشون. البته من خواب بودم. خیلی وقتا برای خودم دست زدم از خوشحالی، چای میخوردم. اما اینا هیچ وقت منو رها نکرد. نه یادم نمیاد توی شب شعری رفته باشم، جست شاعر بودن گرفته باشم، یا حتی به خودم اجازه داده باشم که بگم من شاعرم، مصطفی هم مثلا شاعر. نه، ولی اینایی که الان هست دل نوشته است، نه شعر، تجربمه. نمیدونم چرا، شایدم بدونم سر خودم کلا بذارم، ولی معمولا تلخه. کلن خوشی سالاست که با من و نوشته هام و فیلم هام و زندگیم و افکارم تو جنگه. نه دست من نه دست شما، جنگ و دوست داره با من. معمولا موقعی می نویسم که حال خوبی ندارم، برای همین می توانم بگم همیشه می نویسم. اوایل فقط خودم می خوندم، خیلی موقع خودم هم نمی خوندم، می ترسیدم از خوندن شعرهای خودم، ولی کم کم دوستام خیلی تمایل پیدا کرده بودن که براشون بخونم. همون دوستام الان خیلی نوشته های من تو اسارتشونه و ندادن به اب نداره، من نبخشیدم بهشون، ولی دیگه کاری نمیشه کرد. کم کم احساس کردم که نه، انگار می نویسم ولی شاعر نیستم. انتظار تنفس فردای ماست،
چون تو می آیی. قول می دهم که نمی میرم قاصدک، فقط تا فردا. سر فکرم را گرم می کنم به اینکه با هم برویم یا تو هم بمانی اینجا. شایدم بهتر است بخوابم تا فردا. سلام خورشید من، صبح شده و امروز به شوق فردا که می آیی من عاشقم تا تو، تا نمردن قاصدک، فقط تا فردا. سهراب سپهری سال 80 تا 85 تمام لحظات زندگی منو پر کرد. یه جورایی خط فکریم، رویم تو زندگی و رویه فکریم کلن عوض شد با سهراب سپهری. نتیجه‌ش هم شد فیلم هیچستان. بعدش تا اومدم یه نفسی بکشم فریدون مشیری سراغ تنهایی من اومد، اونم نتیجه شد کوچه. دل مشغولیم فیلم های شاعرانه بوده، ولی لابلای اینا توی اوقاتی فیلم اجتماعی هم ساختم. شاعرانه بوده ولی اجتماعی بوده، نزدیک 11 تا فیلم فکر کنم شد. رمان گل کاغذی که الان چاپ شده فیلمنامه بود. تا مرحله تولیدم پیش رفتیم ولی به خاطر پول خوابوندیم کارو و تا مدت ها پیشم خواب بود گل کاغذی. فقط من همیشه خدا رو شکر می‌کنم که گل اون کاغذی بود، نه تا حالا پژمرده بود. من شعر رو دوست داشتم از بچگی، نه چون من بچه بودم قطعا بستنی خیلی بیشتر دوست داشتم، ولی کم کم علاقه من شدم و پیگیر شدم شعر کلاسیک رو. نه من لذت نمیبرم از خوندن شعر مولانا، ولی با سهراب سپهری شعر نو شعر سپید حال میکنم و لذت میبرم. من خودم هم خبر نداشتم که شاعرم، یعنی هنوزم خبر ندارم، شما گفتید من شاعرم. در واقع یه روز من پیش آی صالحی بودم، سید علی صالحی، رفتم رضایتشو بگیرم که فیلم زندگیشو بسازم. ببخشید من مثل که نگفتم اصلا، ولی من فیلم سازم در اصل. الان بهم اشاره کردن که تو نگفتی فیلم سازی. من فیلم سازم ولی خودم میگم فیلم نامه نویسم، یعنی فیلم نامه نویسی بیشتر منو ارضای روحی میکنه تا فیلم سازی و شعرم که تازه فهمیدم که میتونم شعر بگم. آی صالحی یه نگاهی به نوشته های من کرد، گفت شعرهای خوبی میگی. یه چیزی تو ذهن من گفت که با من بود، من شعرهای خوبی میگم، من شعر میگم، من ادعای شاعری ندارم، نوشته های منه، حالا شما از روزه شعر. من و ما حرف زیاد داریم برای هم، مسافر اجباری است برای شبها و من به خواست تو مسافر شدم. بی کوله، بی پشت، بی کوله پشتی و بدون نقشه. روزها را نمی شمرم که چقدر گذشته از نبودت. اما از سپیدی موهای ماه خیلی گذشته. آنقدر که به عکس خودم با حسرت می گویم یادت بخیر. همراهت گرمی و لطافت است. برو. می آیم. آن کاسه آب پشت سر من خالی می شود یا تو؟ آن کاسه آب منتظر آب باران است. پر که شد هدیه ی راحت می کنم. بغضم به مرز انفجار داشت می رسید که مرد آن هم عاشق گریه نمی کند. بد بودنم را می خواهی تلافی کنی؟ چه تلخ خندیدی، چه تلخ نگاه کردی، ولی من چه زیاد دوستم داشتی، میدانم. رفتم و اون کاسه آب خالی هم شکست. نگو که نه، صدایش را شنیدم. پسرک، تو میدانی شکستن اون کاسه شروع شکستن من بود؟ خودت گفتی زندگی زمستانی سرد. سرمایش را در وجودم دارم. از آن روز گریانم از یک حرف خودم و گلایه دارم از حرف گوش کردن تو. آره، خودم گفتم جاده را یاد نگیر که وسوسه برگشتن نباشد در تو. خودم می آیم. اما یادم رفت بپرسم که به کجا می روی؟
انتظار آمدن من فرض بر محال توست و این دل تنها. ای وای هنوز هم خیال میکنم همان روزهاست. خطکش در دست معلم انشای من تکان میخورد. من بزرگتر از دهانم حرف زده بودم. دلم تنهاست، دلگیرم، همش حس میکنم دارم بدون عشق میرم. دلم تنهاست، مجبورم فراموشت کنم حالا که از چشمای تو دور.